میخوایم این سوال جواب بدیم که اگر خبرنگاری یا فعال رسانه‌ای که در واقع طبق حکم بدوی به زندان محکوم شده ولی پرونده‌اش هنوز به دادگاه تجدید نظر نرفته، آیا همچین خبرنگاری باید تا زمانی که حکمش به دادگاه تجدید نظر بره و قطعی بشه باید آزاد باشه یا در زندان باشه؟ خب پاسخ این هستش که ببینید بستگی داره. اگر برای یه متهمی، حالا خبرنگار باشه، فعال رسانه‌ای باشه، قرار بازداشت صادر کرده باشن در واقع و شخص در زندان باشه و حکم بدوی زندان رو بگیره و تحت قرار بازداشت باشه، میمونه تو زندان تا پروندهش بره تجدید نظر و تکلیفش در تجدید نظر پروندهش مشخص بشه و هر ماه هم به دفعات در واقع این قرار بازداشت موقت تمدید میشه. البته اون متهم هم میتونه نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض بکنه و تا زمانی که حکم نهایی برسه. اما این قرار بازداشت موقت با وجود این که تمدید میشه اگه اعتراض اون متهم رو قبول نکنن، نباید بیشتر از حداقل جرم مدتش بیشتر باشه. خب و قانون در اینجا میگه که در جرائمی که مجازاتشون حبس ابده و یا مجازاتشون سلب حیاته یعنی اعدامه، بازداشت موقت نمیتونه بیشتر از 2 سال باشه و در سایر موارد 1 سال، بیشتر 1 سال نمیتونه باشه. فقط اون مجازات که اون جرمی که مجازاتش اعدامه و حبس ابده میتونه بازداشت موقت تا 2 سال هم باشه، ولی غیر اون بیشتر 1 سال نباید باشه. اما اگر شخص متهم وقتی که حکم بدوی زندان صادر میشه آزاد باشه، تو زندان نباشه، قرار بازداشت موقت هم نداشته باشه، ضمانت گذاشته باشه، کفالت گذاشته باشه، سند گذاشته باشه، اون موقع دیگه آزاد میمونه تا پروندهش به دادگاه تجدید نظر. اگه دادگاه تجدید نظر براءت داد که هیچی، اگر نه زندانشو تایید کرد، بعد پروندهش میره برمیگرده به شعبه اول، شعبه اول میده اجرای احکام و اجرای احکام بعد اون موقع احضارش میکنه بره زندان. بنابراین اگه بازداشت موقت نداشته باشه و آزاد باشه، تا تعیین تکلیفش در دادگاه تجدید نظر آزاد میمونه. ببینید من خودم به جرم تبلیغ علیه نظام که اتهامم بود و بابتش مجازاتشو کشیدم، روز اول که منو دادسرا احضار کردن، خود 3 تا اتهام داشتم: افترا به دستگاه قضا، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام. که من در واقع در همون دادسرا دفاع کردم، افترا به دستگاه قضا رو دفاع کردم، من تعقیب خوردم، در دادگاه هم نشر اکاذیب رو دفاع کردم و تبرئه شدم. تبلیغ علیه نظام و قاضی گفت من حکم رو میدم. گفتم حکم شما سیاسیه. گفت حالا هرچی میخوای حساب کنی، من از نظام حقوق میگیرم و تو هم تبلیغ علیه نظام کردی. خب من اونجا دیگه تو دادسرا ضمانت گذاشته بودم، علارغم اینکه این دادگاه رو میرفتیم ولی آزاد بودم، میرفتم دادگاه از اونورم، میرفتم سر کارم، میرفتم خونه. بعد که حکم زندان اولم اومد، اون موقع در واقع طبیعتا من بعد اعتراض میکنم به تجدید نظر. چون من اعتراض نکردم به این حکم و گفتم که شما باید رأی رو به من بدین، گفتن نه بهت نمیگیم، شفاهی بهت میگیم یا بیا روش بنویس، من دیگه اعتراض نکردم و همونجا حکم قطعی شد. قطعی که شد اومدن منو گرفتن. حالا اگه اعتراض میکردم همچنان آزاد بودم، پرونده میرفت تجدید نظر. اگر حکم تبلیغ علیه نظام من تایید میشد، اون موقع میومد اجرای احکام، زمان میبرد، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه زمان میبرد شاید در دادگاه تجدید نظر تا بخوام منو ببرن زندان. شاید اصلا تبرئه میشدم، شاید اصلا تعلیق میشدم. اما به خاطر موضوع اختلاف نظر حقوقی که با دادگاه شو 26 داشتم، اعتراض به حکم نکردم و همونجا حکمم قطعی شد. وقتی که حکم قطعی شد دیگه اومدم منو دستگیر کردم. بنابراین خبرنگار یا فعال رسانه‌ای که حکم بدوی زندانیش صادر میشه، اگه تحت قرار بازداشت باشه میمونه تا زندان تا پرونده‌اش تا دو تجدید نظر تعیین تکلیف بشه، ولی اگر آزاد باشه دیگه آزاد میمونه تا زمانی که حکم زندانش در تجدید نظر تایید بشه که بعد میبرن زندان، یا اینکه نقض بشه و ایشون تبرئه بشه، که در این صورت همچنان آزاد خواهد بود.